سلام، وقت همگی به خیر. امیدوارم که حال همگی خوب باشه. چند وقت پیش چند وقت یعنی هلوهوش 10 سال پیش که من علاقه خاصی به انیمیشن سازی داشتم، رفتم و یک قلم نوری خریدم که این به من کمک کنه تو طراح شدن و طراحی کردن و این حرف. منتها خب فروشنده به من نگفت که این چیزی که داره به من میندازه یک جنس بنجله. این حالا این چند سال ماند و من دیگه اصلا با این کاری نداشتم تا اینکه امروز گفتیم خب بیایم ببینیم مثلا اینا چه شکلی کار میکنن، آیا میشه که درایور براش نوشت که این کار کنه یا حداقل بشه کاستومایزش کرد. خب مشخصه کاملا که این چیزی که به قیمت 50,000 تومان به من فروخته شد یک وسیله کاملا نامرغوب، و خب مشخصه وقتی که قطع و وصلش میکنین اینطوری کار نمیکنه. رو ویندوزش هم کار نمیکرد، یه نرم افزار داشت با یه سی دی که بسیار ایراد داشت، برای مانیتورهای کوچیک ساخته شده بود، یا اصلا کلا کاربریش امضای دیجیتال بود، یه همچین چیزی. خب بریم ببینیم چه شکلی میشه این رو راه انداخت و یه جنسی که اون موقع 50,000 تومان قیمت داشت، خیلی گران حساب میشد، چه شکلی میشه زندش کرد. نمیخوام درایور بنویسم براش، نمیخوام کد براش بزنم، صرفا میخوام ببینم آیا میشه ورودیش رو گرفت یا خیر. خب ببین، ما چند تا راه داریم. شما یه دستور در لینوکس دارید به اسم LS USB. این دستور به شما میگه که چه دیوایس هایی به کامپیوتر شما وصله. وقتی که این رو بگه، البته راه دیگه هم داریم، با سرچ کردن تو استک اورفلو به سادگی به دست میاد این راه ها، که مثلا یه راهی مثل جدی تنگ کرد، یه راهی مثل این که برای شما خروجی یه پورت سریال رو میگیره، یه راهی مثل این که برای شما دقیقا همین خروجی رو، منتها با دیتیلی که میشه از حالا پی سریال گرفت، خروجیش رو میده. به فرض من میام الان روی دسکتاپ و میگم پایتون 3 بره و پایتون 2 بره و لیست کنه USB ها رو. خب این به من میگه که الان شما یک دیوایس داری در این آدرس، مثلا کارش فینگرپرینت، یه دیوایس دارین که مثلا موس فلان بهمون، اینا رو به من میگه. و خب با استفاده از این یکی هم میشه دامپش رو گرفت، که حالا شما آدرس دیوایس رو میذارین اینجا و این میره دامپش رو شما میاره. این کدا چه شکلی کار میکنن؟ اصلا موس شما از کجا میفهمه که وقتی که دارین تکانش میدین بعد به اطراف حرکت کنه؟ اینا داده ها رو به صورت سریال ارسال میکنه، یعنی به خاطر همین هم هست که بهش میگن یونیورسال سریال پورت. اینا پورت هایی هستند که حالا اینا به پورت سریال معرفن، منتها این هم USB هایی که ما میشناسیم، سریال های جدید. و اینا چه شکلی کار میکنه؟ حالا شاید تو ویکیپدیا چیزی به درد بخوری پیدا کنیم که بگیم اینا چه شکلی دارن کار میکنن. اینا داده ها رو ردیفی میفرستن، مثل دستگاه بارکد خوان، مثل کیبورد، مثل موس. اینا داده ها رو به ترتیب ارسال میکنن و شما میگیرین و نسبت به اون داده تصمیم گیری میکنین. و منطقا تصمیم گیری راجب اینا سکونشیال، راجب موس مثلا که اگر به سمت راست رفت، شما باید همچنان به سمت راست رفتن رو ادامه بدین. خب بریم ببینیم که چه کاری میشه کرد. حالا مثلا میخوایم ما این دیوایس رو راه بندازیم، بریم بگیم که بره توی پوشه دف، که اینجا شما میتوانید ورودی های این سیستم رو ببینید. درست شد؟ من اگر بیام توی اینپوت، این همون پوشه ای که شما SDA میتوانید پیدا کنید، مثلا دیوایس هایی که با USB وصل شده رو مثلا با عنوان SDA بشناسید. خب میبینید من الان دوتا موس اینجا دارم، میذارم مثلا کت موس 0 رو میگیرم، ولی خب قطعا پرمیشن سوپر یوزر ازم میخواد. خب ببینید الان موس چون تکان نمیخوره هیچ خروجی نداریم، منتها به محض اینکه من
بازم خروجی نداریم. موس یک چی؟ آره کار نمیکنه. به محض اینکه من موس رو تکان میدم این شروع میکنه حرکت. مثلا من اگر رو بالا حرکت کنم میبینیم که یه سمبل مشابه یا رو به پایین یا رو به چپ رو به راست میبینیم که داره شکلش تغییر میکنه، یا رو به شمال شرقی. خب این چیزی که ورودی ها رو این سیستم عامل میگیره و تبدیل میکنه حالا به اون چیزی که شما میخوای. مثلا این کاری که الان ما کردیم کد اسکیش با کد 13 یکیه که میاد خط بعد. خب خیلی باحاله. مثلا کامپیوترها از این ممکن استفاده کنن برای تولید اعداد رندوم و اینا، یا کیلاگر ها این شکلیه که عملا دزدهای بانکی تشخیص میدن که شما چه پسوردی دارید میزنید. در نتیجه این باید مواظب این قصه باشین. کیلاگرها این شکلی کار میکنن، همین رو میگیرن و ارسال میکنن برای یه هکر. هکر میفهمه که طرف الان اینجا کلیک کرد، بعد اینجا، بعد اینجا، بعد اینجا، بعد اینجا، و این به خاطر همین که جای دکمه های جای عددهای روی کیبوردهای درگاه بانکی دائم عوض میشه، به خاطر همین موضوع. خب بیخیال این بشیم، بریم ببینیم که دیگه چی داریم. بریم داخل یه پوشه دیگه. من حالا چه شکلی بفهمم که این دستگاهی که دارم آیدیش چیه؟ نگاه کنیم، من الان موسم رو موس و کیبورد و اینها رو جدا میکنم، دوباره وصل میکنم. حالا میام اینجا میگم دی مسیج رو به من بده. این میاد نگاه کنین اینجا یه جزیره از سریال ها درست میشه. نگاه کنین مثلا تا اینجا 12، اینجا 10، 7، بعد اینو مشخصه دیگه، اینا جزیره جزیره است. یعنی تا اینجا 3 بوده، بعد اینجا شده 7، بعد شده 10، بعد شده 12، یعنی اینجا یه اتفاقی افتاده. پس میگه USB دیسکانکت شده روی 7-10، رو 7-12 کانکت شده و چون من بگه خب وصلم 3-4 تا دیوایس با هم وصل شده. پس من چه شکلی بفهمم که این دیوایس هم چیه؟ کافیه که قطعش کنم و وصلش کنم. پیاده میشیم، دوباره سوار میشیم. خب اگر پیاده شیم دوباره سوار شیم میبینیم 7-12 تمام شد. حالا 7-52 یه جزیره دیگه شکل گرفت که میگه یه USB دیسکانکت شد و یه USB همین کانکت شده، این آیدیشه. خب حالا من کافیه که بیام اینجا و بگم CD USB مشخصه، یه دانه هیت دف بیشتر ندارم، این رو کت میکنم هیت دف. میگه پرمیشن دینایت، دیگه نمیگه. خب حالا این دیوایسی که ما داریم و بعد کار میکرد، کافیه که خروجیش رو ببینیم. من اینو بیارم وسط که اگر احیانا فیلم یه گوشه ای افتاد و اینا بازم کار کنه. خب اگر من وسط تصویر اینو بزنم اون شکلی میشه، اینجا بزنم هر جا. خب رو به پایین، این حالت آخرش احتمالا به معنی اینه که هیچ تغییری اتفاق نیفتاد. این نشان میده که این دستگاه قابلیت این رو نداره که من اگر بخوام بیام و مثلا اینجا رو اشاره بکنم، میبینین که اصلا متوجه تغییرات مختصات نشده. حالا یکی از دکمه هاش رو فشار میدیم، هیچ. دکمه ها رو ممکنه عملا فیک باشن، ببینم. خب این نیست. آها بعدیه. اینا کداش فرق داره. حالا این داره این شکلی نمایش میده. خب بله، میبینی که یه سری تغییرات رو این داره میفهمه. میشه این رو دامپش رو گرفت و عرضم به حضور شما که بیایم رو این کار کنیم. خب بریم ببینیم تو پایتونه این رو میشه خروجی داد یا
یا نمیشه. خب این آدرسشه، نمیدونم تا الان کار نکردم، کاملا فعل بداه دارم انجامش میدم. هیدو صفر و این رو میاد سریال میگیره با اینا. ما میتونیم همون کتش رو بگیریم، اینم یه راه دیگه هست. حالا ببینید اصلا با سریال کار میکنه یا نه، ممکن است هم کارش این نباشه. پایتون دسکتاپ یو اس بی پای، آره این اصلا کارش این نیست. این ولی دارگیمنت بله. یه ابزار دیگه داریم که لینوکس او بی هگزا او دی هگز اوکتال دامپ اوکتال میده. خب میگه اگر شما کت بکنید این رو میبینید، اگر این شکلش کنید مدل هگزادسیمالش میبینید یا این مدلی کاراکتر فرمتش منظرم از هاش خشنگه، قابل فهم تر به نظر میاد. خب سیدی بستم ترمینال قبل رو، سیدی دسکتاپ، چرا دسکتاپ، سیدی دیو، سیدی یو اس بی و اینجا بگیم سودو اودی سی اینپوت چی دارم میکنم هیدف. خب بله این قشنگ تره. ببینین چه میکنه. خب من یه اسپیس میزنم که ببینیم آیا این توی یک حرکت این همه اطلاعات فرستاد. خب پس انقدرم بد نیست و دکمه ها، کاربری دکمه ها رو میبینی. وقتی دکمه پوش داون میشه و وقتی ریلیز میشه، دو تا یعنی کی پرس کی آپ، دو تا ایونت مختلفش رو میشه گرفت. کی پرس کی آپ، کی پرس کی آپ، کلیدهای مختلفشن. کی پرس کی آپ اینو داشته باشین، کلید اول کی پرس کی آپ، کلید دوم. آره نگاه کنیم اینجا فرقش تو اینه، اینجا یه علامت تعجب فرستاد، اینجا یه دالر ساین. کی پرس کی داون اینه، کی پرس کی آپ اینه. این نشان میده که دکمه ها با هم متفاوتن، دکمه ها رو تشخیص میده. خب اینم که بزرگ است دیگه. حالا من میخوام این دوتا رو مقایسه کنم با هم، ببینم که این چهار گوشه رو متوجه میشه یا نه. فکر کنم دیدم فرقش رو. آره این نگاه کنین، اینا چهار گوشه مختصاتیه که داره ارسال میکنه. این هم از کاری که ما داریم میکنیم یه حدودن میشه بهش گفت مهندسی معکوس شاید. خب ببین من اگر بخوام فرق این دوتا رو دقیق بگیرم، یا باید خیلی لینوکس بلد باشم دیف بزنم، یا وقتی که یاد نگرفتمش حضور ذهن ندارمش و غیره، بیام بگم آنلاین تکست دیف. خوبه دیگه، دیف چکر. خب
اورجینال تکست رو میندازم این بر، دومی رو هم میارم و میندازم این بر. خب کم دیفرنس رو بده، میگه همش فرق داره، مخصوصا اینا، اینا رو نگاه کنی. اینها رو اگر ما به جای که همون بزنم dev usb، به جای که odc بزنیم odb بزنیم. این شیکتر، البته اون قابل فهمتر بوده. الان مثلا اینجا شما این تغییرات رو منتها تو این راحت تر میگیرین. خب این نشان دی که واقعا یه دستگاه جویستیک، یه قلم نوری، اینا چه شکلی دارن کار میکنن. چیز عجیب غریبی نیست، یعنی یکم مثلا آدم از الکترونیک بخواد سر در بیاره، برای ما که نرم افزاری هستیم بعضی از اینجور چیزها خیلی عجیب غریبن و خیلی باش ذوق میکنیم. چی میگه؟ اگر اودی هگز، آها این خیلی قشنگه، من دنبال خلاصه ترین حالتشم، خلاصه ترین حالتش احتمالا همینه. ولی خیلی حساسه، یعنی با کوچکترین نیش جالبه. خب یا مثلا ANC، به نظرم این از همش قشنگ تره. ANC همون قبلی است. خیلی باحاله دیگه. این بود آنچه که میشد در رابطه با خواندن ورودی ها از در یک سیستم لینوکسی گفت و پورت های سریال چه شکلی کار میکنه. به هر حال تجربه جالبی بود، بعد از این همسال ما رو بازیم فهمیدیم که کار میکنه.